در همین ارتباط همراه هستیم با محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا که از تورنتو همراه ما هستند. آقای اولیایی فرد، ممنون از همراهیتون. نرگس محمدی اولین برنده نوبل صلح نیستش که زمان اهدای این جایزه در زندانه، اما شاید اولین نفری باشه که از همین زندان همزمان با اهدای جایزه هم بیانیه فرستاده و هم در واقع اعتصاب قضا کرده برای همون آرمان‌هایی که براشون زندانی شده و الان پشت میله‌های زندان هست. میشه گفت که زندانی شدن نتونسته صدای ایشون رو در واقع ساکت بکنه؟ به هیچ عنوان، به هیچ عنوان زندان و در واقع اذیت و آزارهایی که جمهوری اسلامی شخصا بر خانم نرگس محمدی وارد کرد نتونست جلوی فعالیت‌های بشردوستانه خانم محمدی رو بگیره، علی‌رغم اینکه در این دو سه هفته اخیرم از زمانی هم که جایزه رو بهشون دادن تحت فشار سنگین بوده، به پزشک نمی‌بردنش، نمی‌تونست با خانواده‌اش تلفنی صحبت بکنه، همچنین نمی‌تونست با وکیلش ملاقات بکنه. علی‌رغم این ما می‌بینیم که خانم محمدی فعالیتش رو داره انجام میده و در واقع اون چیزی که مورد توجه دنیا هست و افکار عمومی داخل و خارج از ایران مبارزه‌ای هستش که خانم محمدی از درون زندان انجام میده و این همون الگوسازی یا نقشه راهی هستش که خانم محمدی با دریافت جایزه نوبل میتونه در واقع اثرگذار باشه. باید توجه بکنیم که تأثیرات جایزه نوبل در هم در داخل ایران هم در واقع تأثیرات داخلی داره، هم تأثیرات بین المللی داره. از تأثیرات مهم داخلیش این هستش که همین نقشه رایی هستش که خانم محمدی طراحی کرده، از داخل زندان الگوسازی میکنه، مبارزه میکنه و در پیامش هم شما نگاه بکنید با این نقشه رایی که طراحی کرده در دنیا در واقع فعالین حقوق بشر رو معرفی میکنه، سرکوب های اونها رو معرفی میکنه و افشای سرکوب جمهوری اسلامی نسبت به این فعالین. در همین پیامش هم میبینیم که از خبرنگاران نام میبره، از الهه محمدی، از نیلوفر حامدی و سرکوب خبرنگاران و همچنین فردا هم زمان با روز جهانی حقوق بشر با دو تن از زندانیان بهایی در واقع اعتصاب قضا میکنه و اینجوری در واقع اون نقشه راهی رو که در نظر گرفته و طراحی کرده رو در واقع ارائه میکنه به نفع جامعه مدنی، به نفع جامعه حقوق بشری ایران. و فواید دیگه این هستش که در واقع با جایزه نوبل خانم محمدی جامعه ایران امیدش دوباره زنده شد. جامعه ایران در واقع امیدش از دست داد به خاطر سهل‌انگاری هایی که جامعه بین‌الملل کردن، ولی امروزه جامعه ایران امیدوار هست به اینکه دوباره جهان توجهش به سرکوبایی که در ایران میشه توجهشون جلب میشه و همچنین از اثرات داخلی این جایزه میتونیم بگیم تقویت و شبکه سازی و توانمندسازی جامعه مدنی و جامعه حقوق بشری اینا هست که این بار بدون واسطه صدایی دارن که صداشون به دنیا میرسه. البته تأثیرات بین المللی زیادی هم وجود داره، از جمله این که در واقع فردا همزمان با روز جهانی حقوق بشر و اعطای جایزه به ایشون در تمام دنیا توجهشون به سرکوب‌ها در ایران جلب میشه. در این دو سه دهه اخیر دولت‌ها عموماً با جمهوری اسلامی فقط راجع به موضوع حسی و گروگان‌های خودشون صحبت می‌کردن و چشم بسته بودن بعد جنایت علیه بشریتی که در ایران صورت می‌گیره، اما از زمان جنبش مهسا و الان پیرو اون جایزه حقوق بشر نوبل به خانم محمدی باعث میشه که فردا بار دیگر تمام دنیا متوجه سرکوبی که در ایران میشه نظرشون جلب بشه و از همه مهمتر چون این جایزه اهمیت زیادی برای مردم دنیا و سیاستمداران داره، فردا سیاستمدارانی در این مراسم شرکت میکنن که در دالانهای سیاست تصمیم گیرن های نهایی بودند و این سیاستمداران وقتی در این جلسات شرکت بکنند در جلسه فردا که جایزه نوبل میخواد به خانم نرگس محمدی داده بشه، دوباره برای بار دیگه در واقع سرکوب هایی که در ایران میشه، نقش ایران در نقض حقوق بشر دوباره براشون روشن میشه و این ممکنه اقدامات جدیدی در آینده در پی داشته باشه. بله، سپاس از شما محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا که از تورنتو همراه ما بودید.